اسپانسر کلینیک پوست مو لیزر و لاغری ایرانیان. موضوع ایشا آلودگی هوا. عرض شود به خدمت آقا معلم مهربان که چند روز پیش ما با صدای آواز خواندن غلام از خواب بیدار شدیم که می گفت اوه می بارد از آسمان، اوه می بارد بر کله ما، همیشه اوه می بارد، اوه جلوه ای از جمال. خب و پا شدیم و دیدیم که واقعا از آسمان اوه می بارد و نمی شود نفس کشید و بعد هم فهمیدیم که شب که ما خواب بوده بودیم مدرسه ها تعطیل شده. من داشتم خوشحالی می کردم که تعطیل شده ایم که ناگهان با پس گردنی مادرم متوقف شدم. بعد هم گفت که احمق، زمان ما برای برف و باران مدرسه ها را تعطیل می کردن، نه برای بارش دود و کثافت و اوه. الان امروز شما تعطیل شدین، من شما بچه ها رو کجا فرو کنم برم به کارام برسم؟ بعد هم گفت که گزل آقا گزل ده چی چهل چی خواده، یعنی خوشگل آقا خوشگل بود، قلمجه هم در آورد. نمه بابا همون قل بود به سبز نزاراسته شد دیگه. آها ها. آن روز پدرم هم زود به خانه برگشت و گفت که این آلودگی هم کار خودشونه، میخوان ریه های ما خراب بشه ما نتونیم حرف بزنیم و هیچ کس به فکر سلامتی ما نیست و واقعا برای این وضعیت باید خون گریست. بعد هم رفت قلیان آورد و زنگ زد به دوستهایش و آمدند و تا پاسی از شب قل 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 قلیان کشیدن و په 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 فوت کردند و قار 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 خندیدند. دیروز هم یک آقایی در تلویزیون گفت که علت آلودگی هوا ماشین‌های تک‌سرنشین هستند و البته که ما هم با او موافقیم، چون که در کشور ما هیچ تفریحی وجود ندارد و جوانها تک به تک سوار ماشین می‌شوند و به دور دور می‌روند که دختر سوار کنند و دو سرنشین بشوند و باز هم به دور دور بروند. آقا دعوا نکن واسطا، من راه حلشو پیدا کردم. چیه؟ الان میگم. به نظر من بهتر است که جوانها هم دیگر را پیدا کنند و دست جمعی به دور دور بروند. مثل اتم آقا چند تا اتوبوس بگیریم، خب نصفش پسر نصفش خالی، مسیر دور دور اندرزگو بچه ها هر کی داوطلب همه سوار یه اتوبوس بشن، بعد برن اونجا هر کی زید خودشو پیدا کنه سوار اتوبوس کنه، اتوبوس پر بشه، دور دوری های مسیر ولیعصر یه اتوبوس، فرشته یه اتوبوس، ایران زمین یه اتوبوس، همینجوری تا آخر. حداقل آقا کمی کمش اقل کم 600 تا ماشین کم میشه، تفریح جوانام سر جاشه. آقا هر کی با زیدش روی صندلی اتوبوس اوپس اوپس اوپس. آقا زدی اما حق با من بودا. بخون باش. عرض به خدمت شما که از دیگر منشأهای آلودگی مشباگر است. مشباگر آقا همسایمونه، 96 سالشه. او یک ماشین دارد که میگویند سند اولش مال اشکل الممالک بوده که یک قرن پیش از یک انگلیسی خریده. آقا صبح به صبح استارت میزنه بعد ماشینش ار میکنه، بعد که روشن شد غاز اولو که داد کل محل سیاه میشه، بعد با صدای ایه 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 تر تر کنن را میفته. میگه میگیم بابا مشباگر این کهنست داغونه ببرش موزه. میگه نه این یادغاریه، تازشم من مردم مال پسرمه. آخه بیه جون خودم آقا. البته ماشین های جدید ویران خودرو و گایپ ها هم دست کمی ندارند. آقا درسته کمتر پت پت میکنن ولی 110-15 لیتر بنزین دود میکنن میدن هوا. آقا ماشین خارجکی 103-104 لیتر هم که پول کلیه و پانکراس و لوزالمعده کل خانواده منو همه فچ فاملم با همه، یه کار کردن هیچ کس نمیتونه بخره. آقا اجازه، راستی مسئول بود دو هفته پیش میگفت بنزین گرون بشه مصرفش میای پایین، آلودگی هم کمتر میشه. اون کجا سلان؟ کسی ازش خبر داره؟ نداره؟ نیست؟ الو؟ صدای من میشنبی مسئول؟ نه؟ باش 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 راحت باشم باش، اینم مثل بقیه حرفا دیگه باش. خیلی خوب، در نهایت باید بگویم که ما به آلودگی هوا عادت داریم. چرا؟ نه؟ آقا در خانه ما همیشه هوا آلوده است. منشأ این آلودگی داداش غلامم است. قوت غالب غلام نخوداب و باگالیست. به همین دلیل او هیچ کنترلی بر روی خودش ندارد. همچنین سیستم بدنی غلام
گونه است که همه چیز را به باد تبدیل می کند. برای همین هم او بسیار لاغر است. مثلا آقا ما که غذا می خوریم برا ما گوشت میشه می چسبه به تنمون، برای غلام باد میشه از تهش در میاد بیرون. بده من. آقا بده من دفتر. آقا یه دقیقه واسه تو آدم نمیشه. بده من نتیجه من بگم. واسه نتیجه ما از انشای امروز نتیجه گرفتیم که آلودگی هوا به ضرر ما نیست، بلکه به نفع ماست و باعث ست شدن زندگی ما میشود. نه من ست آقا ست میشه آقا، بالاخره همه چیزمون باید به همه چیزمون بیاد دیگه. بله بله تمام تمام Ha ha ha!